بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين ما صحبت نمی کنم خلاصه چون وقت گذاشته و از همه عزیزانی که صحبت کردن همه ما استفاده کردیم فقط یک جمله عرض بکنم و آن این است که پیامبر بزرگوار اسلام ما فرمود ما در میان شما دو چیز گرانبها و عنوان امانت گذاشتم اگر شما متمسک شدید هرگز گمراه نمی شوید لن تضلوا ابدا اون دو چیز کتاب الله و عطرتی گرچه در بعضی از منابع برادران اهل سنت ما کتاب الله و سنتی است اکثرا کتاب الله و عطرتی است این دو از همدیگر جدا نیست امروز قرآن در میان ماست اهل بیت هم در میان ما باید باشه که اون مهدی موعود منجی عالم بشریت است که در کتابهای برادران اهل سنت ما بیان شد که ولادت با سعادت اون امام عزیز را تأیید می کند و شرایطی که ما داریم زندگی می کنیم زمان غیبت کبرای اون حضرت است باز پیامبر بزرگوار اسلام ما فرمود افضل اعمال امتی انتظار الفرج بهترین عمل امت من انتظار فرج است بنابراین منتظران منتظر در شرایط فعلی توجه جدی داشته باشند که به اسلام و ارزش‌های اسلامی عمل بکنند با فساد بی‌عدالتی ظلم جنایت مبارزه کند خدایا پروردگارا آگاهی اسلامی برای ما عنایت بفرما همه ما را به وظایف اسلامی و انسانی من آشنا بگردان پروردگارا اتحاد صمیمیت برادری در میان تمام مسلمین بلخص در میان ملت اسلامی ما افغانستان برقرار بفرما پروردگارا دویت و اختلاف و نفاق را از میان همه مسلمین بلخص از میان ملت اسلامی ما افغانستان برطرف بفرما پروردگارا اونهایی که در راه اسلام خدمت میکنن مؤید و منصور بدار پروردگارا ظهور امام زمان ما را تعجیل بفرما پروردگارا شهدای ما را با شهدای صدر اسلام و شهدای کربلا محشور بگردان ماها را مدیون خون شهدایمون قرار مده بر محمد و آل محمد صلوات